بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع موانع رشد، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آنچه که مانع رشد ما میشه، مانع این میشه که ما بعد از مقداری خوب شدن به فکر رسیدن به مراتب عالی باشیم، چه اموری هستند؟ طبیعتاً اصل بحث برای همه دوستان روشن هست. یک اشاره دیگری عرض بکنم، این یک بلیه عام البلواس، یک بیماری فراگیر و یک مشکل عمومیه که افرادی که متدین میشن، مؤمن میشن، در مسیر بندگی یه مقداری جلو میان بعد متوقف میشن. همه نوعا اینجوری هم. لذا پدیده برخورد کردن با موانع رشد یک پدیده استثنایی نیست که مربوط به بعضی از افراد باشه. باید به اصل مسئله اینجوری نگاه کرد. معتقد شدن به دیانت، به مسائل معارف دینی، عمل کردن به احکام شرعی، آغاز کردن راه، یه امر طبیعیه. الان در جامعه ما خیلی ها اهتمامشون رو در امور فرهنگی به این مصروف میکنن که بتونن یه کسانی رو جذب دینداری بکنن از جرگه بیدین ها، در حالی که اونا جذب بشن، دیندار بشن، چیکار کنن؟ مثل کی بشن؟ مثل بقیه؟ بقیه‌ای که یه مقدار رفتن متوقف شدن؟ این رو باید یه موضوع مهم دونست که چرا نوعاً مذهبی ها متدینین و معتقدین از یه حدی بیشتر دیگه تلاش نمی کنن برای خوب شدن و یعنی خوبتر شدن و رشد کردن. پس اصل موضوع رو ما باید برای خودمون عمده قرار بدیم. اصل مسئله باید برای ما حسابی جا بیفته. من درباره اصل مسئله مقدار شبهای اول صحبت کرده بودم خدمت سروران خودم. فردا شب هم در حسینیه حق شناس که همین بحث رو دنبال خواهیم کرد، دوباره نکاتی رو به عرض خواهم رسون، دیگه اینجا برش تأکید نکنم. حالا موانع چیا هستن؟ یکی از این موانع جهل بود. نکاتی رو در مورد جهل با هم بحث کردیم. بیشترین نکات برمیگشت به فرهنگ کسب علم، فرهنگ تهیه علمی که میتونه موجب رشد ما بشه. فرهنگش متاسفانه نیست، کسی جاهل نیست، ولی مثل اینکه فرهنگ کتاب خوندن بین ما نیست. خیلی از افراد مذهبی هم فرهنگ مطالعه برای رشد ندارن. میگن خب همین خوب باشیم دیگه، معلومه دیگه، حالا اینا رو انشالله درستش میکنیم. در حالی که بعضی از آگاهی ها چگونه میتونن انسان رو راه بیاندازن و پیش ببرن قابل توصیف نیست. و این یکی از در واقع مکائد ابلیسه که حساسیت ما رو نسبت به جهل و علم کم کرده، خصوصا تو زمینه های معارف دینی برای رشد. حساسیت ما رو برای دیدن استاد کم کرده، حساسیت ما رو برای از بین بردن ناآگاهی کم کرده. ما باید ناآگاهی رو برای خودمون یه فاجعه بدونیم و خودمون رو فرد ناآگاهی بدونیم. اون نامه بیادماندنی امیرالمومنین علی علیه السلام، بیادماندنی نه فقط در جلسه ما، در تاریخ بشریت. اون نامه رو با هم یه مقداریش رو مرور کردیم که دیدید امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من به انواع طرق بر تو کوبیدم
که تو قبول کنی جاهلی و بعد بری دنبال علم. اون همه نصایح خودشون رو، اون همه نکات معرفتی که بیان فرموده بودن، اون همه حکمت‌هایی که گفته بودن، فرمودن که من یکی از اهدافم این بود که تو بدونی اینا رو نمیدونی، بدونی جاهلی، بری دنبال علم. جوان من، به جوان هم خطاب کردن. خب پس اولین مانع جهل بود. دومین مانع رو آگاهی غلط تلقی کردیم در جلسه قبل، یعنی برداشت و تلقی غلط از دین، اون برداشتی که ما رو به دین حداقلی قانع میکنه. خب شاید دوستان اذعان بفرمان، دامنه اون بحث هم خیلی وسیع و گسترده است. به دین حداقلی راضی شدن یا تفسیر دین به یک معانی حداقلی یک فاجعه است که در طول تاریخ وجود داشته. علیه ائمه هدا علیهم السلام این اقدامات شوم صورت گرفته. کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام که قرآن به اضافه شرحش بود رو قبول نکردن منتشر کنن در جامعه، گفتن همون کتاب خدا که هیچ شرحی هم پاش نوشته نشده برای ما کافیه. این یک روحیه است، تو افراد مذهبیش هم هست، تو غیر مذهبیاش هم هست. مذهبیاش قشری هن، غیر مذهبیاش دین حداقلی میخوان که تعبیر دیگرش گرایش های سکولاریه که بالاخره نمیخوان به دین حداکثری تن بدن. الان در غرب حاضرن بودجه خرج کنن برای دین حداقلی. اصلا میگن ما ترویج میکنیم، چون دین حداقلی انسانها رو برده های مطیع برای اربابان ثروت و زور درست میکنه. خب ما یه جلسه درباره این مانع صحبت کردیم، این جلسه هم من میخوام یه مانع دیگه ای رو بگم که تا آخر ماه رمضان بتونیم بحث رو پیش ببریم. ولی دین حداقلی فاجعه آمیزتر از این حرف هاست. گفتم تو بین ما مذهبی ها، بعضی وقتا تو دین ما، بین ما حزب اللهی ها هم جریان داره. مثلا شما اگر اخلاقیات رو که همه میپسندن حداقلی توضیح بدید، آدم ها رو تبدیل کردید به برده سلطه طلب ها. آقا به حقت قانع باش. این به حقت قانع باش رو چجوری توضیح میدی؟ یه جوری توضیح میدی از تو شهید در میاد که میره با استکبار میجنگی که حق خودش رو بگیره، در این راه کشته میشه، میگه من به حقم قانعم، اون مقدار عمری که خدا به من داده کفایت میکنه، بقیهش رو میرم میجنگم. یه وقت این به حقت قانع باش رو یه جوری توضیح میدی که این حمار استکبار میشه، یعنی نمازم میخونه، رکوعش هم چنین آدمی انقدر طول بده که این حمار کج بشه نمازش ارزش نداره. چرا؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کن و اجتناب کن از طاغوت. این خدا رو عبادت کرد، اجتناب نکرد از طاغوت. که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند خران این که کتاب بارشون کردن. خیلی اینا نکته است. اصلا چرا شماها اجازه میدید یه جایی درس اخلاق گفته بشه تهش انقلابیگری و مسائل سیاسی از آب در نیاد؟ چرا شما به تحریف دین میدان میدید؟ چرا؟ چرا بعد از یک سخنرانی اخلاقی کار به ولایت نمی انجامد اعتراض نمی کنید؟ چرا وقتی جلو چشم شما دین داره تحریف میشه، همون دین تحریفی که باهاش سر امام حسین رو بریدن، چرا اعتراض نمی کنید؟ چرا خوشتون میاد؟ من طلبه اگه اومدم برای شما از دین حرف زدم، اخلاقی گفتم، ولی اخلاق حداقلی، و بعد از منبر اومدم پایین یه حال معنوی خوشی بهت دست داد، چرا بعدش اعتراض نمی کنی؟ اون ولایت توش در نمیمه. این دین حداقلیه.
من میدونم خیلی از مؤمنین حزب الله خوب هم دچار این مشکل هستن که اعتراض نمی کنن. میگن خب بدبخت خواسته بحث اخلاق بگه، حالا موضوعش سیاست نبود. کدوم اخلاق، کدوم وصف اخلاقی هست که ربط به سیاست نداره؟ چرا دین رو تحریف میکنیم؟ چرا کتمان ما انزل الله میکنیم؟ کتمان ما انزل الله رو خدا کسی که انجام بده تو قرآن لعنت میکنه. یه طلبه اگه انقلابی سیاسی حرف زد مگه سلیقه خودشه؟ مگه حق داره کسی سلیقه خودشو بره بالا منبر بگه؟ ما باید عین دین رو بگیم، نباید کم کنیم. از کسی هم نباید بترسیم، نه از مردم نه از غیر مردم. اینو دستور خداست تو قرآن. مردم ما که خیلی خوبن. مانع دوم برای رشد غیر از جهل، علم باطله، آگاهی غلطه، و مهمترینش هم آگاهی های دینی غلطه. آگاهی های دینی غلط یعنی اعماق عرفانی و سیاسی احکام دین دیده نشود. حالا عرفانی سیاسی هم میگم برای توضیح دارم عرض میکنم، و الا عرفان و سیاست رو ما از هم جدا نمیبینیم. آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون بکنه، ایشون در یک صحبتی بعد از رحلت حضرت امام فرموده بودن ابعاد مختلفی حضرت امام دارن، ولی مهمترین وجه ایشون وجه عرفانیشونه. و از همون، حالا این تا اینجا شد این فرمایش ایشون، من یادمه تقریبا، بله امام عارف بود که اینجوری سیاسی شد. نه اینکه عارفی بود که استثناءن سیاسی هم شد. میشه کسی عارف باشه سیاسی نباشه؟ عارف حساس میشه نسبت به جامعه. عارف کمتر از اصحاب حضرت ولی عصر برای پست‌های جامعه نمیتونه تحمل کنه. عارف هر کسی نمیتونه تحویل بگیره. آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه توی مسیر مسافرتی رفتن جایی، ظاهرن حالا یه استانداری یا فرمانداری، ظاهرن بنا بوده برن منزلشون. اومدن دم منزل گفتن یه جا بندازید من بیرون میشینم. تو خونه نرفت، ظاهرن مال اون آقا مشکل داشته، نرفت. عارف این میشه، مردم بفهمن خونه رو سر اون خراب میکنن. بیا برو برای خودت کاسبی رو بنداز، تو چی کاره ای بیای مسئول مملکت بشی در حالی که اموال خونت حرامه؟ یا عارف نمیتونه بیاد تو خونت؟ رشد رو چی مانع میشه؟ دین حداقلی. دین حداقلی رو خیلی ها طالبشن، خیلی ها. مردم حوصله نمی کنن دین حداکثری برن. اونا هم که باید سوء استفاده کنن از دین حداقلی، سوء استفاده شون رو می کنن. شما بدونید تا یک تکلیفی رو از جانب خدا پذیرفتید تکلیف بعدی میاد. اصلا یه همچی چکلیستی نداریم که ایشون تکالیفشون رو دارن انجام میدن روزانه. بله ایشون یه 10-15 سالی هست همه تکالیفشون رو ثابت دارن انجام میدن. ثابت میشه تکلیف؟ مگه تکلیف کسی ثابت میمونه؟ یاد گرفت؟ آره. خب امروز یاد داد؟ نه دیگه، همون یاد گرفت دیگه. یاد باید بده. همینجوری پشت سر هم روایت از امام صادق علیه السلام برای شما قرائت کردم که مؤمن هر عیبی رو برطرف میکنه، عیب بعدی رو خدا تو وجودش میاره بالا. میگه تو بحث امتحان هم این موضوع رو مفصل ما گفته بودیم. یک فرایند دائمی است، یک خوب شدن نیست، مثل ازدواج کردن نیست. شما ازدواج بکنید
خب دیگه تموم شد دیگه، ازدواج کرد دیگه، یا مثلا مدرک بگیرید، آقا مدرک گرفتیم دیگه، خونه گرفتی قولنامه‌شو بذاری، خونه گرفتیم تموم شد رفت. به یه استادی تو کانادا من عرض میکردم شما ایران بیاید، خیلی بحث‌های راهبردی اخیراً تو ایران مطرح شده، سالها قبل بود بحث سند چشم‌انداز و این مسائل اون زمان زیاد مطرح. گفتش که نمیتونم بیام، اینجا کرسی که من دارم خیلی مهمه، خیلی اعتبار دارم، بیام جامو پر میکنم. گفتم مگه شما استخدام نیستی مثلا تعطیل؟ گفت اینجا استخدام نداریم، به روزه. همین الان با سوادتر از من پیدا کنن، با کمال محبت منو میذارن کنار و احترام با سوادتر رو میذارن. یه استاد بود مثل یه دانشجو، گفت من درس میخونم و همه میبینن که من به روزم. خدا خیرتون بده. تو ایران ما سرقفلیه، سرقفلی. اون وقت من باید بگم چی؟ بگم که اون اعضای هیئت علمی اون دانشگاه، فکر کنم دانشگاه تورنتو کانادا بود، نمیدونم کدوم شهر بود، فکر کنم تورنتو، اونا ساختار حقوقیشون اسلامی تر از ساختار ماست. حالا ما در بحث موانع رشد یه جایی به ساختار میرسیم انشالله. حالا اونا فعلا موانع فردی رو داریم بحث میکنیم، موانع اجتماعی رو بحث نمیکنیم. موانع اجتماعی یکیش ساختار هاست، ساختارهایی که اصلا حکومت رو تشکیل میده، این ساختارها رو عوض کنیم. حالا این ساختارها دارن بر ما حکومت میکنن، شبیه سخن امیرالمومنین علی علیه السلام میشه، لقد کنت امس امیرا فاصبحت اليوم مامورا. ساختار رو چیکار کنیم؟ قانونهای ضد رشد. حالا دیگه نمیدونم مثلا تو این ماه رمضان ما به یه همچین بحثی بتونیم برسیم یا نه. یکی از موانع رشد جهل، که خب حالا اون به جای خودش محفوظ. بعد از جهل تلقی ما از دین که یک تلقی حد اقلیست. شما میری نماز میخونی، از بغل دستید نمیپرسی که ببین از نماز حالا ما رو آوردن اینجا چی میخوان؟ چی میخوان؟ یعنی اینقدر ساده ای؟ کی بود دیشب میگفتیم اگه بیاد خیلی زیاد رو میفهمه؟ اسکیموها. تازه یه اسکیمو تازه مسلمون بیاریش بیاد تو مسجد هیچی نمیدونه، میگه حالا ما رو چرا هر شب دور هم جمع میکنه؟ چرا این کار رو میکنه؟ میخوای چی بهش بگی؟ ببینی اصلا ما بررسی نمی کنیم، ما بابا ایوار نماز میخوایم، بخون دیگه، چی کار داری سوال میکنی؟ مانع دوم رشد دین حد اقلیه. و شماها رضایت ندید. آقا این بحث حسادت رو چرا دین اینقدر مهمه براش مطرح میکنه؟ حسادت بده اینا. آره برو دیگه حرف نزن، وای نستو اینجا. آقا میدونم بده، چرا این اینقدر مطرح شده، مهم شده، اهمیت شده؟ بررسی کنی میرسی به ولایت دیگه. بررسی کنم و هر صفت دیگری، و هر صفت دیگری. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ما بهمون رو بدن رسماً دین رو تحریف میکنیم، رسمن. می فرماید پول در راه خدا بدید، آخر سوره. انفاق نمی کنی؟ من یه قومی رو جای شما خواهم آورد که اون قوم دیگه مثل شما نیستن. یعنی آیه بالا انفاق، آیه پایین سیاسی، مربوط به آخر الزمان، ظهور. و بعد آقا چی شد الان؟ بس انفاق بود، چی شد سیاسی شد دفعه؟ تاریخ ورق می‌خورد. کدوم یکی از مفاهیم دین سیاسی نیست؟
به خدا من تعجب میکنم. من رفتم توی جمعی از دوستان حزب اللهی، مال یه نهاد حزب اللهی، من دیگه اسم نبرم، بعد اونجا حرف امامو زدم، گفتم بذارین دوستان حزب اللهی ما ته ماجرا رو بدونن، لااقل روایت آیه قرآن قصه تاریخی که اسلام یک دین سیاسی است، بعد سخن حضرت امام رو گفتم، اسلام همش سیاست است، والله اسلام همش سیاست است. خدا شاهده تو جلسه فهمیدم تعجب کردن بعضیا. بعد گفتم که امام یه جمله دیگه هم دارن که اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است. چند روز پیش به من گفتن آقا شنیدم گرد و خاک کردی، اعتراض شده. گفتم کجا گرد و خاک کردم؟ گفت یه جای اونجا رفته بودی. گفتم نه، خیلی چیز عادی بود. گفت نه، بنا شده بیان اصلاح کنن صحبت شما رو. گفتم من چی گفتم؟ چی شنیدی شما؟ گفت نمیدونم، شما گفتی سیاست مهمتر از دیانت است. ببینید من جمله از امامو بردم، سیاست در اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است. شما فکر نکن من یقین بدونید دیانت نگفتم، روحش نمیکشه جدا بشه از دین حداقلی. بعد تحریف میکنه کلمه من رو که در ذهنش شنیده، بعد میره این ور اونور نقل میکنه و یک تبدیل میشه تو اون مجموعه به یک چالش فکری گروهی. آقا این چی گفت؟ چی گفت؟ یعنی تو اون صحبت من خودم از منبر اومدم پایین، گفتم ببین تو هم بیکار، یا رفتی یه مش بدیهیات تحویل دادی اومدی، یه چیزی میگفتی گره حل بشه کسی ندونه. تا وجدانم تا یه چند ساعتی چیز بود، درد میکرد که آقا این محیط این بحث رو داری میکنی. خب معلومه اینا یه همه این حرفا رو که میفهمن، کار خدا بود این حرف رو بنده سر زبون ما اونجا. معلوم بشه ما کجا ها مشکل داریم. شما فکر اونایی که مقابل پیغمبری ایستادن غیر مذهبی بودن؟ کلیدداران خانه کعبه بودن، سقایت حاج میکردن، مدام خودشون رو به عبادت کعبه تقدیس میکردن. شما فکر آدم بیدینی بودن؟ حرمت خانه کعبه رو انقدر پاس می داشتن که پیامبر اکرم در موسم حج تو دوران شعب ابی طالب می اومد حج بکنه کاریش نداشتن. گفتم حرمت خانه کعبه ما کاری نداریم. اخلاق داشتن، اخلاق حداقلی فول. به پیامبر می گفتن امین. اومدن شب برن پیغمبر رو بکشن، همین حرف رو زدن. اومدن شب برن پیغمبر رو بکشن، گفتن که نصف شب زن و بچه زابرا میشه، اونا چه تقصیری دارن؟ صبح میکشین. اینا اخلاق داشتن که جلو پیغمبر وایستادن. نه آخه تو چه حرفی میخوای به ما بزنی؟ تعجب نکنید رفقا، بعضیا به دین حداقلی بچسبن. من امشب میخواستم مانع بعدی رو بگم ولی موندیم تو دین حداقلی. مثلا ماه مبارک رمضان، همه مساجد نالان گریان، باید دعای افتتاح بخونن. دعای افتتاح کجا؟ بقیه ادعیه بسیار عالی کجا؟ دعای افتتاح امام زمان توش داره، اهل بیت توش داره، نجات بشریت توش داره. تو دعاهای دیگه تو فقط خودتو میخوای نجات بدی، این فرق نداره.
حرفو کار داره؟ آقا ماه رمضان دعا مستجابه یا نه؟ یه جواب بدید. خب دعا شما مهمترین مسئلتون چیه غیر از ظهور حضرت؟ یواش اصلا خجالت نمیکشه آدم برای خودش بشینه دعا کنه از حضرت حرف نزنه؟ بعد عالی ترین مزامین برای دعای فرج که تو دعای افتتاحه که مال شبای ماه رمضونه که خب یاد دادن به ما دیگه، ما که از جیبمون در نیاوردیم این حرفا که. خب وقت داشتی او رو مناجات از دهمی در مسجد کوفرم بخون. به ماه رمضونه میریم شلوغش میکنیم برای حضرت، نمیکنیم. این مال اون اسلام حداقلی ماست. جوان شبا دعای افتتاح بخونید، این ماه رمضونتون چقدر عوض میشه. پیغمبر اکرم رو تو این دعا تقدیر میکنید با عالی ترین تعابیر. شما هم که خیلی مستقیم میخوایید در خون خدا دور بزنید دفعه 14 معصومو. دین حداقلی به ما میگه چه فرقی داره؟ دین حداقلی ممکنه بگه اونا مهمتر حتی غیر دعای افتتاح. ما باید تو ماه رمضان نهضت دعای افتتاح را بندازیم. نمیدونم شما ماه رمضانتون آخرش با چیه؟ نماز عید فطر جایزتو میگیری، اونجا دست به قنوت میبری، میگی خدا هر چی به اهل بیت داده. شما تو ماه رمضان از اهل بیت یاد کردی؟ شما چه ارتباطی داری با اهل بیت که حالا میگی هر چی به اهل بیت دادی به منم بده؟ خب خالی میبندی دیگه، ملائکه دارن میبینن دیگه. وقتی که ما ماه رمضانمون مثل محرم نباشه خب وضعمون خرابه دیگه. خدا رو شکر روزه میخونی، گریه میکنی، بالاخره بله، ولی یک کمی بیشتر برو جلوتر، برو جلو. انقدر میشد کنار خانه کعبه رفقا در حج و عمره فرقی نمی کنه. حالا من زیاد مشرف نشدم اون مقداری. حاج آقا ما اولین بارمونه، دعا مستجابه، چه دعایی بکنم؟ میگم اولین دعام چی باشه؟ یه دعا مستجابه. میگم حالا یه دعا که نه، هر دعایی بکنی انشالله مستجابه. میگم حالا اولین دعام چی باشه؟ میگم فرج. میگم حالا غیر از این؟ میگم غیر از این واقعا اگه بنا شد یه دعا کنی دعا فرج. برای بشریت دعا کن. رسمن اومد پیش امام صادق علیه السلام، ببخشید من میخواستم مانع سوم رو بگم، اصلا هیچی میذارمش کنار. واقعا قدر این بحث با بحث مختصر دیشب دانسته نمیشه. الان هم دارم درد دل میکنم. فقط شما وضع جامعه رو ببین. نمیخواییم بیداری ایجاد کنیم. شما منو بیدار کن، منم این حرف رو به همه بزنم که ما چقدر آلوده این به دین حداقلی. از هر بعدی نگاه میکنیم دچار این مشکلات هستیم. این مشکلات رو باید برطرفش بکنیم. ماه مبارک رمضان ماه رسیدن به خداست، غیر از طریق اهل بیت؟ یعنی میشه؟ اگه میشه پس بگو ما چرا مردم معطل کردیم غیر از طریق حضرت ولی اصحابان الله الفدا. واجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابا. تو محرم برای امام حسین چی کار کردی؟ تو محرم زون برای امام زمانت هم این کار بکن. علائم صحت عرض بنده خیلی زیاده.
دعای افتتاح که بنده از جیبم نمیدم بیارم، روایته. شما میدونید اللهم کل ولی یکل حجه این دعا رو در مفاتیح برای دهه آخر ماه رمضان گذاشتن. یعنی شما به اوج که میرسی تازه باید خدمت حضرت برسی. حج هم همینجوریه، تمام الحج لقاول امام اشاره کردم دیشب. این تفکر رو انگلیسی های شوم اومدن پیدا کردن، گفتن این تو دین اون چیزیه که میتونه دین رو نابود کنه. بعد رفتن سراغ محمد ابن عبدالوهاب، بعد الان دارن نتیجه شده رو میکنن. چون هر جای دین قدم بگذاری میبینی که یعنی به اعماقش رشد کنی، بری جلو، میری به اهل بیت متصل میشه. و در ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت هم همینطوره. حالا شما اومدید به ولایت متمسک شدید، یه حرفی که شاید به عنوان حسن ختام من بگم اینجا خیلی خوبه اینه که ما مگه بحثمون بحث رشد نبود؟ از یه زاویه دیگه ای بیاد بحث رشد رو ببینیم، از زاویه سخنی از امام صادق علیه السلام که البته نظیرش باز نقل شده از دیگر ائمه هدا. فرمودن به شیعیان ما بگید خیالشون راحت باشه، ما شفاعتشون میکنیم. اگرچه خب هر کسی شیعه حساب نمیشه، منافق شیعه هم داریم، ولی حالا شیعیان شما که الحمدلله همه تون شیعه هستید، فرمود خیالشون راحت باشه، ما شفاعتشون میکنیم. خب ولی همتشون رو صرف بکنن برای چی؟ فتنافسو فی درجات. خیلی حیف بود ما تو این ده شب از رشد حرف بزنیم، از این توصیه راهبردی امام صادق علیه السلام سخن نگیم، اصلا سخن ناقص بود. میفرماید شیعیان رو ما شفاعت میکنیم، انشالله ما جزو شیعیان باشیم، بگو انشالله. خیالشون از دوزخ راحت باشه، انشالله خدا خیالمون رو از دوزخ راحت بکنه. البته از سر ادب باز سر دوزخ با خدا مذاکره بکنید، چون خود امیرالمومنین هم سر دوزخ با خدا مذاکره میکرد، مناجات میکرد، اون بحثش جداست. ولی شما خیالت راحت باشه، بعد شما دنبال چی باش؟ فتنافسو فی درجات، برو مسابقه بذار برای رسیدن به درجات بالاتر. درجات بالاتر به محضر حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. مثلا آدم بعضی از بحثا رو نمیتونه بگه. خیلی ما هنوز تو دین رشد نکردیم. فرمون تفسیر تمام آیات قرآن ماییم، همه آدم های خوب که در قرآن نامیده شده تفسیرش ما و شیعیان ما هستیم، و همه آدم های بد دشمنان ما هستن. خب بهار قرآنه، بهار قرآن میشه پاییز عطرت باشه؟ نمیشه که، خود باید بفهمی دیگه. بهار قرآن بهار عطرت هم هست. الهی فدای اون امیر المؤمنین بشم که ماه رمضان رفتم مسجد، دید نماز مستحبی رو به جماعت میخونن، فرمود نکنید این کارو، این دستور پیغمبر نیست. مردم علیه امیر المؤمنین تظاهرات کردن، شعار دادن تو مدینه، نمیگم چه شعاری دادن. حضرت فرمود بخونم. بعضی وقتا یه خبر رو یه قسمتیشو برجسته بکنی، قسمت اصلیشو برجسته نکنی، تحریفش کردی. امام باقر علیه السلام فرمودن دین 5 رکن داره، رکن اصلیش ولایت. مردم اون 4 رو گرفتن، اصلی رو ول کردن. امام باقر میفرمان دیگه، مردم کیه؟ ما این دیگه، اصلیه رو ول کردن، اون 4 چسبیدن.
حالا انشالله ما بقیه موانع و فردا شب حسینیه حضرت آیت الله حقشناس انشالله اگه خدا بخواد تا فردا شب زنده بمونیم خواهیم گفت، هم موانع فردی هم موانع اجتماعی. ولی مانع رشد ما تلقی ما از دینه. مانع اولیمون جهل، خبر نداریم. مانع دومی یا جهل یا برای کسب علم تلاش لازم نمی کنیم. مانع دومی دین حداقلی، تلقی غلط ما از دین و دین حداقلی. دین حداقلی چیه؟ یقه همه من و شما رو میگیره، یقه همه من و شما رو میگیره. دیشب متن از امام رو خوندم، کسانی که به قشر دین محدود بشن و مردم رو منصرف کنن از اهداف باطنی که احکام دینی دارن، از ابعاد عرفانی دین، اینا شیاطین طریقن دیگه. چی بفرماید؟ از شیطان بدتر ما داریم؟ از خود حضرت آیت الله حقشناس یا عارف بود؟ عارف ببینید چجوری سیاسی میشه. مقام عرفانی آیه حقشناس به این سادگی ها قابل بیان نیست. مقام عرفانی که شخصا در سیر و سلوکشون رسیده بودن، یقینا خیلی از حرفا رو در مورد ایشون زدن، آدم فکر میکنه که داره مبالغه میشه و اینها. خب بگذاریم، هر کی با دلش دریافت. حالا گفتم حسینیه آیت الله حقشناس، اینو من عرض بکنم از ایشون که دیدید کلیپشو حتما. از ایشون پرسیدن که آقا علم کیه؟ فرمود ببین علمدار کیه؟ عارف اینجوری جواب میده. انشالله رشد بکنیم. من یه روزه دیشب میخواستم برای وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها بخونم، فرصت نشد. امشب بخونم شام رحلت ایشون، که البته عروج شهادت گونه ای داشتن ایشون. در قحطی شعب ابی طالب ایشون رحلت فرمودن. عزیز من یه حرفی باید بزنم یه آخریه، که بالاخره تبلیغات چی به معنای امروزی کلمه نشده باشم. چون تبلیغات یعنی بزرگ نمایی، یعنی جذب به هر قیمت، نفوذ به هر شیوه. ما که نمیخوایم این کار رو بکنیم، ما خود راستشو بگیم، درسته؟ خدا تو قرآن دیدی چجوری تبلیغات میکنه؟ بعد از اون اولم هم میکشه کنار، میری کتابو بگیری، ببخشید آ خدا میخوام کتاب بگیم، میفهمن ذالک کتاب لا ریب فیه اولا خدا للمتقین. برو. نه انشالله من سعی میکنم متقی میشم. یه آیه دیگه خواهش میکنم، اولائکه شروع میکنن الذین، چون مختصات اونا رو گفتن. میگه خب حالا چشم، من سعی میکنم و من حواست باشه ها، سمون بکمون امیون باشیم فی قلوبه هم مرزون فزاده هم الله مرزون. قرآن بخونیم مریضتر میشی ها. بابا میزنی شما، بذار بیام آخه. قرآن تبلیغات این تبلیغات اغواگرانه نداره. به همین دلیل خیلی ها خودوست ندارن قرآن بخونن. قرآن یه تلخی داره برای بعضی از دلها. بله، بذار با صدای بلند بگیم. حالا ما هم باید راست بگیم دیگه. رشد خیلی خوبه، بعد میرسی به یه لذت‌هایی، بعد به یه زیبایی‌هایی میرسی. خب ببینید، من راستش هم بگم به شما، ممکنه تو این مسیر، ممکنه که نه قطعا، رشد بکنی. اولش که بچه خوبی باشی ازت قدردانی میشه، تحویلت میگیرن اینا. رشد که کردی به جایی میرسی هر خدمتی که به خدا میکنی از ناحیه اطراف یک سیلی میخوری. یکی از ثروتمندترین زنان قریش بود حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. بعد در گرسنگی از دنیا رفت. ثروت تو در راه خدا دادی؟ بله. خدیجه من، شما که انتظاری عمل نداری؟ نه.
پس من میشه با همین که ثروت تو در راه خدا داری من با همین شما را شهید کنم؟ خیلی که رشد بکنی اینم هست دا، مواظب باش زیاد رشد نکنی. من گفته باشم تبلیغات به این معنای امروزی نکرده باشم صرفا که فقط خوبیاشو بگم، نه اینجوری هم هست. خیلی که رشد بکنی از همون جایی که خدمت کردی، یه روزه امیرالمومنینم بخونم براتون، کم امیرالمومنین یتیم نوازی کرد، اصلا یاد یتیم نوازی میافتید یاد امیرالمومنین میافتید. وقتی یتیمای خودش رو از کوفه تا شام تازیانه زدن، کتک زدن، کم اینجوریه. یعنی آدم بره یتیم نوازی بکنه بعد یتیمای خودش رو میزنن؟ اگه خیلی رشد بکنی اینجوریه. یعنی یک نمکی رو زخمت میپاشن، از یه جاهایی میخوریم، یه آهی میکشیم، بعد خدا فرمود نظرت چیه؟ خدا فدای سرت، من که برای اجر دنیا کار نکردم. حضرت امام خیلی رشد کرده بود، یکی از نزدیکترین شاگردانش آخر عمر بهش خیانت کرد، به حدی که حضرت امام فرمود من آرزو مرگ میکنم به خاطر حرفای تو. ببین اینو داشته باشید، یه رازه. خیلی که رشد بکنی بعد تو همون جهت یه دفعه یه لطمه هایی بهت میزنن، نه چقدر طاقت داری. البته طاقت نداشته باشی نمیزنن، میگن نه این طاقت قربت نداره. من میخوام بپرسم یا امیرالمؤمنین شما صدقه میدادید به بچه های کوفه نان و خرما تو دهانشون میگذاشتید؟ این بچه ها صدها نمیدونم هزاران چقدر شما یتیم رو دست رو سرش کشیدی، بهشون یه سفارش نمیکردی اگر شما هم یتیمی دیدی سنگ نزنی یا از بالای پشت را نمی گفتی اینا؟ اگه نه سنگ که نمی زنی هیچی، اگه دیدی یه یتیمی رو سیلی می زنن برو بگو نزن نامرد. اینا رو نگفتی یا علی، الهی فدات بشه. اینا رو نگفتی. حضرت خدیجه از دنیا رفت در شعب ابی طالب، ثروتمندترین زن قریش در گرسنگی. نگاه کن خدایا چه رشدی کرده بود حضرت خدیجه. فاطمه زهرا اون موقع 3 سالشه، بچه 3 ساله خیلی سخته براش جا بندازی مادر از دنیا رفته. دنیا رفتن یعنی چی؟ دیگه بر نمیگرده. امروز قبول میکنه، فکر میکنه یعنی جایی رفته، بعد فردا دوباره میگه که مادر کجاست. نوشته حضرت فاطمه زهرا دور پیغمبر هی میگشت عین امی مادرم کجاست، عین امی، عین امی. رسول خدا جواب نمیداد، بغض گلوشو گرفته بود، نمیخواست گریه کنه، چی بود نمیدونم. جبرئیل امین نازل شد، صدا زد یا رسول الله به فاطمت بگو مادرش کجاست. انگار اهل آسمان طاقت نداشتن این عینه امی گفتن فاطمه رو بشنن. درسته. بعد رسول خدا توضیح دادن، قلب رسول خدا شاید نباید بیشتر از این جریحه دار می شد، ولی بچه های پیغمبر در این مسیر همه چون فدائیان رسول خدا هستند در قربانی دادن تا آخر خدا بهشون مهلت داد. قلب رسول خدا خیلی بیشتر از این حرفا جریحه دار شده بود. اینجا خدا تسکین داد قلبش رو.
بدونید ما هرچی روزه امام حسین میخونیم، روزه از زهرا میخونیم، سخن رسول خدا بجاست. ما اوزی احد مثل ما اوزید، احدی مثل من اذیت نشد، اهل بیت هم مثل پیغمبر اذیت نشدن، منتها اذیت های پیغمبر همه باطنی بود، بیشتر باطنی بود، بیشتر درونی بود، روحی بود. من میخوام بگم یا رسول الله، پس اگر یه دختر 3 ساله گفت مادرم کجاست، باید زود جوابشو داد. بعد چه جوابی دادن پیغمبر؟ شروع کردن بهشت و رضوان الهی رو توضیح دادن، انقدر نوازش کردن، مادرت چنین جاییه، تا فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض داشتن بابا راضی شدم. یه دختر 3 ساله هم تو خرابه صدا زد بابام کجاست. یه سوال کرد، من بابام رو میخوام. اینجوری باید باش برخورد کنم. یه کاری کردن دختر در جا دق کرد. الله علیه.